سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه کته گوجه فرنگی است به روش سنتی و قدیم. مواد لازم: برنج 1.5 پیمانه که بهتر برنج ایرانی باشه، سیب زمینی متوسط 2 عدد، گوجه فرنگی متوسط 4 عدد، ربع گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری که اگر گوجهتون رنگ داشت نیاز به ربع نداریم، پیاز نگینی خرد شده 1 عدد متوسط، پودر فلفل قرمز، پودر فلفل سیاه، زردچوبه، نمک و روغن به میزان لازم. گوجه رو فیله کنیم. لازم هستش که پوستش رو بکنیم. ما برای اینکه راحت بتونیم پوست بکنیم، میام گوجه ها رو داخل آب داغ 5 دقیقه قرار میدیم و راحت پوستاشو میکنیم. ابتدا مقداری روغن داخل قابلمه مورد نظر میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. روغن که این از آب داغ شد، پیاز های ریز خرد شده رو داخلش میریزیم، یک کمی تفت بدیم تا کمی سبک بشه. پیاز ها که کمی سبک شد، سیب زمینی ها که به شکل نگینی و نسبتا درشت خورد کردیم رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. حرارت رو زیاد میکنیم. با چند دقیقه سیب زمینی با پیازها رو با هم دیگه تفت می‌دیم. رنگ پیازها که کمی تغییر کرد، به حدود 4-5 دقیقه که تفت دادیم اینا رو با هم دیگه، روغ رو اضافه می‌کنیم. همراه با زردچوبه و اینا رو تفت بدیم تا زمانی که روغ کامل رنگ باز بکنه. با تمام مواد ما به روغ آغشته بشه. روغ که رنگ باز کرد، میان گوجه هایی رو که نگینی ریز خرد کردیم و به شکل گیله در آوردیم، یعنی پوستش رو اضافه میکنیم. یک کوچولو تفت میدیم. بعد فلفل قرمز، مقدار کمی فلفل قرمز. فلفل سیاه. و نمک رو بهش اضافه میکنیم. اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. بعد که خوب مخلوط شد، ما برنجی رو که از 1-2 ساعت قبل با نمک خیس کردیم رو بهش اضافه میکنیم. بعد میام بهش آب اضافه میکنیم، آب سرد. حدود 1 پیمانه و نیم من بهش آب اضافه کردم. چون گوجه داره نباید بیشتر آب اضافه کنیم، چون آب گوجه باعث میشه که له بشه و اجازه میدیم تا کامل آب برنج کشیده بشه. بعد از اینکه آب برنج جمع شد،
برنج رو کامل وسط جمع میکنیم، برنج رو میذاریم، حرارت رو کم میکنیم. 30 تا 35 دقیقه دیگه غذای ما آماده است. کت گوجه ما آماده شد. من اون رو با سبزی خوردم و سالاد شیرازی که معمولا خوشمزش میکنه آماده کردم. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو درست کنید و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید.